درود و وقتتون بخیر. ترامپ رئیس جمهوری که کمترین حرف را در جریان کارزارهای انتخاباتی خود در مورد افغانستان زد، آنچه که حتی شک خیلی ها را برانگیخت این که افغانستان در سیاست خارجی آمریکا پس از این وجود و یا هم قرار نخواهد داشت. اما در 100 روز نخست، در آخرین روزهای 100 روز نخست کاری آقای ترامپ، بیشترین مقامات نظامی و یا هم بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی و نظامی آمریکا به افغانستان سر زدند و از اینجا دیدار کردند. در کنار این، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که استفاده مادر بمب‌ها در مومندره یچین ولایت ننگرهار بیانگر قدرت برتر آمریکا در منطقه و جهان است. حالا پرسش‌هایی که دقیقاً مطرح میشه، افغانستان چقدر از قدرت آمریکا به سود خود تا هنوز استفاده کرده؟ و دوم این که راهکار مؤثر برای جذب و استفاده بهتر از این قدرت در منطقه به سود افغانستان چه بوده میتونه؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. پس از خبر بیشتر در همین مورد تا دقیقه دیگر دو مهمانم به پرسش هایم پاسخ خواهند داد. در این برنامه پس از خبر، آقایان عبدالمعین معین پژوهشگر و نویسنده و آقای ذبیح‌الله فرهنگ استاد دانشگاه اینجا با ما هستن. خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. آغاز بحث با شما آقای معین، از دیدتان ترامپ در 100 روز نخست حکومتش افغانستان را چگونه دید؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب استاد و بینندگان عزیز. خب خیلی این سخت خواهد بود که ما فقط بگیم که دیدگاه آقای ترامپ در قسمت افغانستان چه بوده است. خب میشه که در یک کانتکست کلانتر افغانستان را هم قرار بدیم که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که با روحیه نظامیگری آمد و دقیقاً با اون سیاست‌های پیچیده‌ای که داره که هنوز هم مشخص نیست، بالاخره کارهای انجام داده که از این کارهای عالی ابراز کرده و گفته ما موفق بودیم در این 100 روز و من بی سابقه ترین رئیس جمهور هستم که در 100 روز نخست کاری خود موفقیت کسب کردم. خب حملاتی که آقای ترامپ انجام داد، چه در سوریه و چه در افغانستان، حاکی از این است که بالاخره یک جدیتی هست و یک روحیه و یک اطمینانی هست به خاطر مبارزه با تروریسم در منطقه و در این کشورها. اما یک تفاوتی میبینم در حمله هایی که صورت گرفت بر سوریه و افغانستان. ببینید، در سوریه آمریکایی‌ها هم با داعش میجنگن، هم با پایگاه‌های تسلیحاتی بشار اسد میجنگن و میخوان اینا رو نابود کنن. خب شما دیدین واکنش آمریکا رو در برابر استفاده از سلاح‌های نامتعارف و شیمیایی که گفته شد که آقای اسد استفاده کرده. در افغانستان هم خب مشخص است آنچه که رد شد. خب به اصل ادعا چنین بود، یعنی مفروض گرفته بودنید. اما در افغانستان هم خب جدیت آقای ترامپ و دولت جدید آمریکا رو دیدین که بالاخره پایگاه‌هایی که همواره خب محل تردد تروریستان بود و پایگاه‌هایی بود که در اون تروریستان پرورش پیدا می‌کردن، خب مورد یک حمله بسیار عجیب غریب قرار گرفت که بالاخره یک بخشش این بود که خب ما جدیت داریم در امر مبارزه با تروریسم و پایگاه‌ها و لانه‌ها برای ما مشخص است و هر لحظه خواسته باشیم اقدام کنیم خب از بین می‌بریم. خب یک پیامدش این است. اما بالاخره این نمایش قدرت آمریکا خب پیامدهای دیگه هم داره، یعنی چند مسئله و چند منظور را در بر می‌گیره. خب بحث نمایش قدرت آمریکا در سطح جهان و پرستیژ نظامی آمریکا در سطح جهان، مانور قدرت در منطقه، نشان دادن قدرت آمریکا برای روسیه، رقیبای دیروز آمریکا و قدرت‌های نوظهوری که فعلا هستن و به عنوان مزاحم‌های آمریکا هستن، بالاخره این پیامدهایی بوده که در این حملات آمریکا دقیقاً خب مشخص شده. آنچه که آقای پنس گفتن دقیقاً، خب آمریکا یا وقتی یک عملی را انجام میدن خب میان دوباره پس میگن دیگه، هدف خود مشخص میکنن که ما به خاطر این کار را انجام دادیم و هدف ما این بوده و این جایگاهی که به دست داریم بالاخره جایگاهی است که جایگاه مردم آمریکاست و جایگاه و پرستیژ سیاسی و نظامی آمریکا در سطح جهان. دقیقاً. حالا پرسش یک مطرح میشه، واقعاً افغانستان آزمایشگاه و یا هم لابراتوار کشورهای قدرت برتر جهان است یا قدرت‌های برتر جهان است؟ ببینید، خب در این شکلی نیست که ما همواره میدان نبرد بودیم، چه در دوران جنگ سرد و چه بعد از آن. ما یک کشور مصیبت زده‌ای هستیم و بیشترین آسیب را داریم از ناحیه جنگ و ناامنی در منطقه و این برای ما و برای خیلی از کشورها از هر و من شمسه. اما
خب ببینید، از یک طرف هم ما خب وارد یک برنامه‌های استراتژیک امنیتی هستیم با این کشورها. خب باید چه کار کرد به نظر شما؟ باید چه کار کرد؟ بالاخره این پایگاه‌هایی که بسیار پایگاه‌های کهنه و پایگاه‌های بسیار مستحکم تروریسم در داخل افغانستان یا در نواحی مرزی بین افغانستان و پاکستان هست، اینها را که دیگه ما نمی‌تونیم از بین ببریم. یعنی از توان و قدرت نظامی افغانستان خارج است و از توان و قدرت نظامی خیلی از کشورهای منطقه هم خارج است و آمریکایی‌ها در اینجا نشان میدن که فقط ما هستیم که میتونیم این پایگاه‌ها رو از بین ببریم. ببین پیامد و اون ژرف‌نگری که اگر ما داشته باشیم بر اینکه این عقبه‌های این رفتارها چی است، خب همیناست دیگه. مثلا وقتی صحبت میکنن که ما معاون آقای رئیس جمهور که خب هدف ما همین بوده که ما نمایش قدرت آمریکا رو به رخ همه بکشیم، خب این نیاز به صحبت داره. من چند مورد در اینجا آوردم که اگر فرصت باشه در همین لحظه که من خدمت شما عرض کنم. یکی که افکار عمومی رو آمریکایی‌ها میخوان نشان طوری تصاحب کنن افکار عمومی مردم آمریکا که ما پیروز میدان هستیم، دارن اطمینان میدن که ما در جنگ در برابر تروریسم پیروز بودیم و نشان دادیم و این حملات ناشی از این بود که قدرت ما را نشان داد. یک روحیه ای را میخوان تقویت کنن در داخل آمریکا. هستن بودن، خب یقینا دیگه شما آمریکا را دست کم نگیرید. آمریکا قدرت هر روز در افغانستان قلمروشون گسترده‌تر میشه. بر اساس گزارشایی که نشر شده بیش از 60% از خاک افغانستان زیر تسلط طالبان هست. بله شما ببینید این گزارش‌ها را خود آمریکا نشر کرده. خب این وضعیت بالاخره باید با یک روحیه نظامیگری کنترل بشه. یعنی نشان داده شده که شما بدون حمله نظامی و بدون جنگ نظامی شما تنها نباید اکتفا کنین به اون مذاکرات سیاسی و روندهای بسیار پروسه های طولانی مدت صلحی که ممکن دستاورد هم نداشته باشه. شما میتونید بجنگین. یعنی کسانی که دارن میجنگن و امنیت منطقه و جهان رو تهدید میکنن، اینا رو باید با اون روحیه و اون با اون دیدگاه نظامیگری از بین برد و متلاشی کرد. یعنی پیامد اصلیش این چنین چیزی است. اما چیزی که من در اینجا خدمت شما عرض میکنم که وقتی آقای معاون آقای ترامپ این مسائل رو با اطمینان میگه، داره اطمینان میده به مردم آمریکا که ما پیروز میدانیم، شما خاطرتان جمع باشد، ما به اون حدی رسیدیم که فعلا یک فناوری تسلیحاتی مدرن برخوردار هستیم که هر لحظه اقدام کنیم هر گوشه از جهان را میزنیم و دشمنان منافع ملی آمریکا را از بین خواهیم برد. و مسائل دیگری که میخواد قدرت هژمونیک آمریکا را دوباره در یک باز تولید کنند و دوباره به مردم بفهمانند که ما قدرت داشتیم، داریم و شما از یادتان نرود، به یاد مردم و به یاد قدرت‌ها و رقیبای خود میدهد. بیشتر به این مهم خواهیم پرداخت. اما آقای فرهنگ، واقعا آمریکا موفقیت آنچنانی که آقای معین شرح دادن داشته در جنگ افغانستان و حالا آقای ترامپ اراده بر از بین بردن دهشت افغانی و تروریسم داره؟ باورم هست که آقای ترامپ نسبت به آقای اوباما جدی‌تر است در مبارزه با تروریسم. هرگاه ما بیاییم یک تفاوت با سیاست‌های قبلی آمریکا در قبال افغانستان داشته باشیم، دونالد ترامپ بیشتر بر مبارزه با تروریسم تاکید داره. یعنی دغدغه و دل مشغولی اصلی آقای ترامپ امو رادیکال اسلامیک تروریسم که خودش میگه این بیشتر است. باور دیگه ای که وجود داره است که در عرصه ملت‌سازی ترامپ تا هنوز نسبت به افغانستان بسیار زیاد توجه خاصی نداشته. نگاه اقتصادی که بزرگترین دلمشغولی آقای ترامپ در قبال سایر کشورها بوده، باز هم شما در کانتکست افغانستان نمی‌بینید یک چنین وضعیت را. در کل ما می‌توانیم بگوییم که ترامپ موضع‌گیری‌های متفاوتی داشته. هرچند این آدم یک آدمی تقریبا آنتی استبلیشمنت است، یک آدمی است که بر ضد سیاست‌های معمول همیشه بوده، اما در سال 2011 اینا میگفتن مشکل اصلی افغانستان پاکستان است و ما باید مراقب پاکستان باشیم تا به افغانستان، باید نیروهای خود به پاکستان باید میبردیم با تروریسم مبارزه میکنن. در سال 2013 تقریبا یک موضع‌گیری متفاوت تری دیگه داشت، میگفتن که ما باید از افغانستان خارج شویم، پولی که ما به افغانستان هزینه میکنیم باید بره صرف آمریکا بکنیم، در داخل آمریکا باید مصرف کنیم و بسیار گپ میزد، میگفت که مزخرف است که ما بیایم پولهای را با بالای اوی در کسایی مصرف میکنیم که اونا خودشان میان، ما اونا را آموزش میتونیم و دوباره عساکر ما را در اونجا از بین میبرن. در سال 2015 اینا باز هم یک موضع‌گیری متفاوت و متناقضی داشتن، گفتن ما باید افغانستان بمانیم چون افغانستان نزدیک به پاکستان است، پاکستان یک کشور اتمی است و ما از طریق افغانستان میتونیم به یک کشور نظارت داشته باشیم. اما روی هم رفته در 100 روز نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ ما یک تغییر را میبینیم. نگاه خاصی را میبینیم. بله من فکر میکنم بسیار متفاوت از موضع‌گیری های قبلی آقای ترامپ بوده.
از جمله سفرهای مقامات بلندپایه امنیتی ایالات متحده به افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا، مشاور امنیتی ملی آقای ترامپ، و از طرف دیگر هم شما متوجه شدین که قرار است آمریکا استراتژی جدید نسبت به افغانستان ارائه بکنه. حالا پیامد این مهم چی هست؟ خب سفرها را داشتن، در دوره آقای اوباما هم اینچنین سفرهایی به افغانستان شده بود، حتی وزیر خارجه‌اش، وزیر دفاعش و سایر، حتی خود آقای اوباما آمدن به افغانستان. فکر میکنین که حرف تازه چه هست؟ نتیجه ای را که میتوان گرفت از این چی بوده؟ در صحنه عمل من فکر میکنم اقدام آمریکا در قضیه چینی ولایت ننگرهار بسیار واضح بود، که یعنی قاطعانه علیه گروه های تروریستی به خصوص داعش میخواد مبارزه بکنه. حالا هرچند این موافقان مخالفان خود را هم داره، پس فکر میکنین که چقدر بر افغانستان سودمند بوده و مفید بوده؟ من فکر میکنم اگر یک چنین جدیتی در مبارزه با تروریسم از طرف آمریکا دیده شود یا اعمال شود، در بهبودی وضعیت اثرگذار است. مسئله دیگر هم اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان است، و با توجه به نقش آفرین های بسیار زیادی طالب ها در افغانستان تا 5000 خاطر، بله، و از طرف دیگر هم ظهوری داعش در افغانستان میتواند این اعزام نیرو موثریت خودش را داشته باشد. در عین زمانی که من باور دارم که دولت ایالات متحده آمریکا به رهبری ترامپ در مبارزه با تروریسم یک چنین جدیت را داشته باشد، باید فشار بر دولت وحدت ملی بیاره در اصلاحاتی که قرار است صورت بگیره، در سیاست هایی که دولت میخواد اعمال بکنه. چرا علت اصلی یا حداقل تمام علت مبارزه قاطعانه یا مبارزه صرف نظامی در افغانستان نیست؟ یعنی مشکلات دیگه هم در کنار از این وجود داره. یک از مشکلات خود دولت وحدت ملی بی برنامگی، بی هدفمندی و بسیاری از مشکلات و نابسامانی های خود دولت وحدت ملی در افغانستان به وجود آورده ای است. دولت ترامپ باورم نیست که در کنار از یک مبارزه بسیار جدی علیه داعش و طالب ها میخواه انجام بده، باید فشار بر دولت وحدت ملی بیاره. ممنون دارم آقای موین. حالا واقعا آمریکا باعث شده که داعشیان را با حملاتی که در افغانستان انجام میده از صحنه فرار بده، یا که نه حرف چیز دیگری است؟ آنچه را که آقای پنس گفتن، آمریکا با انجام حملات خود بخصوص در اچین ننگرهار یا در مومندره اچین ننگرهار باعث شد که داعشیان حالا فرار کنن از افغانستان. واقعا این چنین است؟ شما ببینید صحبت های ایشان چند جانبه بود و چند پیامد را در برداشت که من قبلا چند مورد خدمت شما اشاره کردم، و یکی این بود که بالاخره حکایت از یک پیروزی میکنه دیگه، یعنی طالبان و القاعده و خصوصا که تا دیروز مزاحمان ما بودن، ما اینا رو از بین بردیم و حالا امروز داعش است و داعش هم داریم از بین میبریم و متواری میسازیم. اون برخی اینا فرار ساخته و بافته خود آمریکا میدونن. ببینید من پیشتر به شما گفتم که تاثیرگذاری این حرفا روی افکار عمومی مردم آمریکا بسیار برای دولت آقای ترامپ مهم است، که بالاخره باید اونا راضی نگه داره، و اینکه و در سطح جهانی دقیقا کسانی که مؤتلف جریان ضد داعش هستند در کنار آمریکا دقیقا اینا اطمینان پیدا میکنن و خاطر جمعی پیدا میکنن که برای آمریکایی‌ها دقیقا خب در اینجا مصمم بودن، این مستاقش است، با سلاح‌های پیشرفته دقیقا مورد حمله قرار میدن. و همچنین یک پیامی هم هست برای مخالفین دولت آمریکا و یا کسانی که رقیبان دولت آمریکا هستند، که بله ما مسلح هستیم با چنین سلاحایی، اما هرگاه خواسته باشیم میتونیم که انجام بدیم. نتیجه این حمله چه بوده؟ برای افغانستان چه سود داشت؟ برای ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما هیچ قدرت و توان نظامی نداریم که ما جاهایی را مورد حمله قرار بدیم که محل تولد گروه های تروریستی است. ما نداریم، دسترسی نداریم، و آمریکایی‌ها هستن که میتونن با این سلاح پیشرفته اینا از بین ببرن. اما شما از پایگاه هم یاد کردین، حالا پایگاه ها رو گفتین از بین میبرن، پس اینجا توافقنامه سیاسی هم با آمریکا امضا شده. گزینه بهتر همین نبود که حالا پایگاه ها ایجاد شوه و از طریق این پایگاه حداقل نظارت بهتر میبود؟ خب به هر صورت مقدمات این وضعیت داره نشان میده که پایگاه هایی که در قراردادهای سیاسی ما داریم با ایالات متحده دقیقا باید عملی بشه، و اینها به نفع میشه گفت امنیت منطقه و امنیت افغانستان و آمریکا است، و منافع هر دو کشور در این نهفته است، و مفادی که در درون این قراردادها هست منافع هر دو کشور را تضمین میکنه. اینها باید قدم های عملی نیاز داره که برداشته بشه، بسیار دقیق برداشته بشه، تا ما در وضعیت و در چارچوب سیاست های منطقه ای در تعارض قرار نگیریم با خیلی از کشورهایی که در اینجی با ما در ارتباط هستند. ما
به عنوان کشوری که دقیقاً از یک طرف نیازمند همکاری استراتژیک ایالات متحده هستیم، از جانبی هم خب خیلی برای ما جالب نیست که ما با قدرت‌های منطقه‌ای و با کشورهایی که با ما پیوند فرهنگی و پیوند جغرافیایی دارن در ستیز باشیم. این به نفع ما به لحاظ استراتژیک نیست. اما اینجا سیاستمداران و یا هم سیاستورزان افغانستان از جمله آقای کرزی میگه که آمریکا باید از افغانستان بیرون شه. فکر می‌کنین پیامد این مورد چه خواهد بود؟ صحبت آقای کرزی فعلا غیر رسمی است، روی افکار عمومی مردم افغانستان نمیتونه به شدت تاثیر بذاره. اما افغان رو خود را هم شده داشته. خب هر حرف سیاسی موافق و معاند خود را دارد. آقای کرزی هم عنوان رئیس جمهور گذشته افغانستان و اینکه نگاه به شرق پیدا کرد در اواخر حکومت برای بار سوم این چنین ذهنیتی برای خب این ذهنیت در دوران خود حکومت آقای کرزی شکل گرفته که در سال‌های اخیر ایشان نگاه به شرق پیدا کرد، نگاه به روسیه پیدا کرد، می‌خواست یک ابزار فشاری داشته باشه تا بر آمریکا خیلی چیزا رو بقبولونه و امروز هم داره دفاع می‌کنه از این استراتژی خود و عملاً داره میره میشینه با روس‌ها و عملاً داره پیام میده. روس‌ها میآیند با آقای کرزی ملاقات می‌کنه، آقای کرزی به نحوی داره یک توازنی به فکر می‌کنم داره ایجاد می‌کنه که خب حالا ما در کنار آمریکا گزینه‌های دیگه هم داریم و می‌تونیم و پیوند داریم و رابطه ایجاد کردیم و پتانسیل درونی هم داریم، می‌تونیم که ارتباط برقرار کنیم. پس حالا حرفای آقای پنس ارتباطی با اظهارات آقای کرزی داره؟ آقای پنس شاید مستقیما آقای کرزی خطاب نکنه، ولی رقبای تاریخی خود را دارن هدف قرار میدن، دارن میگن که ما بالاخره ما هستیم که می‌تونیم وضعیت رو مدیریت کنیم و قدرت ما هست و قدرت نظامی و تسلیحاتی آمریکا هست که می‌تونه دقیقاً تمامی تروریسم را ریشه‌کن کنه و از بین ببره. ممنون. حالا اگر سیاست‌ورزان افغانستان بیایند و اظهارات ضد آمریکایی داشته باشند، آقای فرهنگ در افغانستان فکر می‌کنین که در اوسمدت را چگونه بر افغانستان ترسیم می‌کنن؟ حامیان یکی از حامیان در اوسمدت افغانستان آمریکا خوانده میشه که می‌تونه حداقل افغانستان را 4 میلیارد دلار سالانه کمک میکنه و سایر موارد بیشتر شما میدونید. اما اگر این چنین اظهارات ادامه پیدا کنه، حکومت افغانستان با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟ من فکر میکنم اثرگذاری خاصی نداره، به خاطر از اینکه سالهای زیاد است آقای کرزی موضع‌گیری‌های ضد آمریکایی داره و تلاش میکنه حامیان منطقه‌ای پیدا بکنه از جمله روسیه در این زمینه. اما خریداری نداره چنین اظهارات، به خاطر از اینکه خریداری نداره. خب یک تعداد به لحاظ عاطفی شاید در کنار رئیس جمهور باشد و یا هم همکارانش که از لحاظ رفاقت و اندوالی که داشتن با رئیس جمهور در 15 سال گذشته با ملاحظات و بعضی از مسائلی است که مجبور هستند در کنارشان باشند. اما واقعیت قضیه است که در بسیار موارد شما میبینین افکار عمومی حتی علیه رئیس جمهور کرزی قرار داره با چنین موضع‌گیری‌هایی. چرا؟ واقعیت هایی است که آمریکایی ها حامیان اصلی افغانستان هستند. اینها 15 سال در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن، نهادها ساختن و واقعا آمریکا اگر نباشد افغانستان دیگر نه نظام سیاسی داره نه هم ما میتوانیم ادامه پیدا بکنیم با این وضعیت که هستیم. روس‌ها بعض از نگرانی‌های دارن، چیزی که در بحث مطرح شد، یک بحث رادیکالیسم اسلامی از کشورهای آسیای مرکزی است و پیوند این گروه‌های تروریستی با طالبان افغانستان و با حتی داعش است. چرا تعداد یا حتی هزاران نفر از این کشورها رفتن به داعش پیوستند؟ این میتونه یک موضع یک علت نگرانی باشد که رئیس جمهور کرزی هم میخواد از این فرصت استفاده بکنه. مسئله دوم هم ظهور داعش از افغانستان است. داعش قبلا گفته میشد که وجود نداره، که پدیده خارجی است، خارجی‌ها در افغانستان نمیتونه ظهور کنه، ولی واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان موجب میشه که گروه های زیاد تروریستی متاسفانه از افغانستان ظهور بکنن. مسئله دیگر هم مواد مخدر است. امروز روسیه یکی از قربانیان مواد مخدر است. ترانزیت مواد مخدر که در افغانستان تولید میشه در روسیه و قربانیان معتاد مواد مخدر در روسیه، اینا هم میتوانند برای روسیه موجب نگرانی باشد. مسئله دیگر هم من فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان و افغانستان و تعداد زیادشان که از پاکستان از طریق مرزها به روسیه میرن، این مهاجرین در بین از اینها گروه های تروریستی هم وجود دارن و اینا میتونن برای امنیت ملی روسیه موجب نگرانی باشه که کرزی میخواد این فرصت استفاده بکنه. اما واقعیت قضیه است که افغانستان و دولت وحدت ملی با تمام مشکلاتی که داره حداقل توانسته در کنار ایالات متحده آمریکا باشد و همگام با سیاست ایالات متحده تا اکنون باشد و رفتار بکنه. پس حالا سیاست آمریکا فکر میکنین در حال تغییر کردن است در قبال افغانستان و افغانستان داره بیشتر در محور سیاست خارجی آمریکا قرار میگیره و باورتان را در مورد نشست 25 می یا نشست ناتو هم میخواهیم داشته باشم که چقدر دید آمریکا در مورد افغانستان واضح خواهد بود؟ ناتو تا موضع‌گیری های اخیر آقای ترامپ تا حدودی ناامید بودن یا حداقل یک نگاه بسیار مشخص نداشتن که ایالات متحده آمریکا
در قبال افغانستان از عضویت ناتو میخواد چی بگویه. اما موضع‌گیری آقای ترامپ مشخص ساخت که بالاخره ناتو یک از سازمان‌های مؤثر است و حمایت قاطعی هم به حمایت از آمریکا میخواد در افغانستان مبارزه علیه گروه‌های تروریستی بکنه. این من فکر می‌کنم مشخص شد. مسئله دیگری که وجود داره که ما بخوایم چطور بتوانیم بر افراط‌گرایی بر بالاخره ناامنی فائق بیاییم است که افغانستان باید دولت وحدت ملی در کنار ایالات متحده آمریکا بمانه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نگاه دونالد ترامپ هم امروز نگاه امنیتی است نسبت به افغانستان، بیش از آن که نگاه های اقتصادی و دلمشغولی های مثلا حقوق بشری و دموکراسی اینا بیشتر با آقای ترامپ مهم باشد، من فکر میکنم که بسیار مشخص اینا میخواین با تروریسم مبارزه بکنن. حالا یک روز به یکی سر بزنه افغانستان و روز دیگر به دیگری، فکر میکنین این نتیجه بایدی را که مردم افغانستان آرزویش دارن خواهد داشت آقای معین؟ زیاد متوجه نشدم. دقیقاً حالا افغانستان یک روز به طرف آمریکا روی خود را دور می‌ده، روز دیگر هم به طرف روسیه. فکر می‌کنین این دو ابرقدرتی که حالا با هم دیگر در نبرد، حالا جنگ سردی که داره به گرم تبدیل میشه، فکر می‌کنین وضعیت را بدتر بر افغانستان نخواهد؟ ببینید، با وجود اینکه سیاست‌های خارجی افغانستان و در دولت حکومت وحدت ملی تعریف شده، خب ما قرار نیست با کشوری بجنگیم و یا در مخاصمه به سر ببریم. روند مذاکره نباید قطع بشه با هیچ کشوری. هر کشوری که نیت خیر دارد به خاطر امنیت منطقه و خصوصا افغانستان، افغانستان از او حمایت میکنه. اما ما یک بحثی که قبلا هم داشتیم که ما درجه ارتباط خود را با قدرت ها باید تنظیم کنیم، یعنی باید نشان بدیم که ما با چه کشوری در چه زمینه‌ای چه درجه ای از ارتباط را داریم و این برای ما چقدر اهمیت داره. این اهمیت یک اهمیتی است که مبتنی بر منافع ملی است. حالا حال درجه بندی دقیقاً باید بشه و باید این تبیین بشه. ببینید، ما در یک سطح همکاری و رابطه به سر میبریم با ایالات متحده و این سطح در سطح نظامی است، فرهنگی است و یک سطح سیاسی است. این برای ما مقدم است. اینها میتونه که باید درست تبیین بشه و درست توضیح داده بشه که اینا چرا در این سطح است. درجه همکاری داریم با کشورهای مانند هند، که درجه همکاری داریم با روسیه. اینها نباید تداخل صورت بگیره. این درجه ها برای ما باید معنا داشته باشه، برای مردم افغانستان باید معنا داشته باشه و خاطر جمعی باید فراهم بکنه. ما نمیتونیم اندازه رابطه‌ای که فعلا در شرایط امروز، شاید این تغییر کنه، ولی در فعلا در شرایطی که امروز هستیم و ابتدا به ساکن، ما بیشترین رابطه را با ایالات متحده داریم، بیشترین کمک را از ایالات متحده دریافت میکنیم. این برای ما اهمیت دارد، برای ما مهم است. با حیات مردم افغانستان دقیقاً ارتباط برقرار کرده و بافت خورده و این نباید تداخل پیدا کنه با ارتباطاتی که ما به خاطر مدیریت وضعیت بحران در منطقه داریم با روسیه و کشور دیگه در یک تباین قرار بگیریم. حالا در 25 می قرار است آمریکا در مورد افغانستان چه بگه؟ باور شما چه هست؟ من فهم میکنم که دستاوردهای دولت آقای ترامپ در 100 روز به رخ جهان کشیده خواهد شد و دقیقاً ناتو حمایت خواهد کرد از سیاستهای نظامیگری آقای ترامپ و دقیقاً در مبارزه با داعش و تروریسم در سطح منطقه و جهان. چالش‌های فراراه افغانستان آقای فرهنگ کاهش خواهد یافت پس از این یا همچنان افزایش؟ خب بعضی مسائلی که مربوط به دولت افغانستان میشه باید اینا انجام بتن و بعضی کارهایی که مربوط میشه به ایالات متحده آمریکا و اونا ما فکر میکنم انجام بتن. مبارزه جدی با داعش یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی ترامپ است در افغانستان و قاطعا شروع کرده به مبارزه. اما کارهایی که دولت وحدت ملی به مردم افغانستان سپرده هیچ یکش را تا به اکنون انجام نداده. متاسفانه در عرصه امنیتی مشکلات زیاد وجود دارد، در عرصه اقتصادی مشکلات وجود دارد، در عرصه فرهنگی مشکلات وجود دارد، در عرصه سیاسی مشکلات بسیار جدی وجود دارد. من فکر میکنم که وظیفه ایالات متحده آمریکا کارهایی که در داخل افغانستان اینا بر خود تعریف میکنن انجامش نیست. افغانستان باید کارهای خودش انجام بده و کارهایی که مربوط میشه به ایالات متحده آمریکا و تعهداتی که نسبت به افغانستان داره باید اون انجام بده. ممنون. آخرین حرف از شما هم. این مشکلاتی که فراراه افغانستان از کاهش پیدا میکنه یا برعکس افزایش پس از این؟ مسائلی که مربوط به وضعیت داخلی افغانستان است و بحران داخلی افغانستان تهدید میکنه مسئولیت های ملی دولت مردان افغانستان است و آنچه که برمیگرده به کشورهایی که در یک میشه گفت ارتباط استراتژیک هستند با افغانستان، دقیقاً برمیگرده به اون کشورها، باید استفاده درست بشه و اون کشورها در تعهداتی که دادن باید صادقانه عمل کنن. ممنونتون آقایان معین و فرهنگ از اینکه تشریف آوردین و برنامه پس از خبر امشب هم در همین جا پایان رسید. تا درود دیگر، بدرود.